سلام من دیانم تک دختر خانواده و کسی که توی ناز و نعمت بزرگ شده به قول بعضی ها پرنسس بابام بودم و مامانم هم منو خیلی دوست داشت توی فامیل من تنها دختر بودم و جز من همه پسر بودن پسردایی و پسرخاله بود ولی چیزی به اسم دخترخاله یا دختردایی نداشتم با خانواده پدری هم کلا رفت آمد نداشتیم سر ارث به مشکل برخوردیم و قطع ارتباط کردیم سر همین همه من رو دوست داشتن بالاخره یکی دونه بودن هم درد سرهای خودش رو داره پدرم کارش آزاد بود و یه سوپرمارکت داشت و درآمدش هم خوب بود و در کل خرجمون رو میداد مادرم هم دار بود ولی هر روز توی سوپرمارکت به بابام کمک میکرد منم میذاشتم پیش عزیز جونم بمونم تا اونا کارشون تموم میشه همیشه وقتی از مغازه برمیگشتن کلی واسم خوراکی می آوردن و با هم بازی میکردن بدنم با همه خستگیاش همیشه برای من وقت داشت و همیشه با هم بازی میکرد مامانم همیشه غذاها رو با عشق میپخت و هیچ وقت نشد سرم داد بزنه میدونی چی منو ارزش من تر می کرد و نه تنها تک دختر فامیل بودم بلکه تک فرزند خانواده هم بودم جز من هیچ بچه دیگه در کار نبود همین باعث می شد همه بیشتر به من توجه کند از جمله پدر و مادرم مادر من خودش بچه محبوب خانواده بود و حالا منم نوه محبوب شده بودم پسر داییام و پسرخاله هام هم همیشه هوا مو داشتن و من احساس می پرنسسم ولی این همه توجه یه روز منو زمین می انداخت. من باید یاد می گرفتم رو پای خودم بیستم نه اینکه لوس بار بیام. لوس بودن من توی مدرسه باعث می ضعیف به نظر برسم و همیشه به هم زور بگن این یکی از بدیهای های لوس بار اومدم بود وقتی کلاس اول بودم بیشتر بچه های کلاس خوراکی های منو می بردن. البته نه اینکه به زور دوست کلاس اولم از من می برد و بقیه می دیدن و می اومدن که ببرن و من نمیتونستم بگم نه و اینطوری بود که واسه خودم چیزی نمیموند. من بچه خیلی مثبتی بودم و هیچی در مورد چیزهای مختلف نمیتونستم. تنها چیزی که میتونستم این بود که بابا و مامانم باید به هم محبت کنن. با اینکه توی اون سن فکر میکردم خوبه ولی اصلا خوب نبود. من توی دبستان یه رفیق داشتم به اسم میترا. میترا یه دختر شر و تخص بود و باباش معتاد بود. و مامانش هم مشکل داشت و قرص مصرف می کرد و همین همیشه به من حسودی می کرد و از وضعیت من خوشش نمی اومد. چرا ولی همش حس می کردم دنبال یه راهیه تا اینا رو ازم بگیره با این حال بازم باش دوست بودم. وقتی کلاس سوم بودم یه روز زنگ تفرید توی کلاس موندیم و بیرون نرفتیم. من و میترا و یه دختر دیگه به اسم فاطمه زیاد با فاطمه دوست نبودم ولی اون خیلی دورور میترا میپلکید یکی از بچه های انتظامات اومد بالا و در کلاس رو باز کرد و ما رو دید عصبانی شد و گفت شما اینجا چیکار میکنید مگه نمیدونید زنگ تفریه پاشید برید بیرون بدوید من بلند شدم که برم بیرون ولی میترا گفت ببخشید به خدا همش تقصیر دیانا بود گفت توی کلاس بمونیم و بیرون نریم یه اون فاطمه رو نگاه کردم که با حالت خیلی جدی دارم منو نگاه میکنن. اولش فکر کردم داره شوخی میکنه ولی وقتی دیدم چقدر حالت صورتش جدیه به هم برخورد و گفتم نیترا من گفتم توی کلاس بمونیم مگه تو فاطمه نگفته بودید توی کلاس بمونیم و گفتید هر از کلاس بره بیرون ترسوه. اونا چهرهشون رو به حالت تعجب در وردن و گفتن وای دیانا چقدر دروغ میگی؟ بعد رو به اون یارو گفتن که باور کن داره دروغ میگه من نتونستم تحمل کنم و از اونجایی که خیلی احساسی بودم سریع اشکم در اومد و شروع کردم به گریه کردن و گفتم که باور کنید کار من نبوده من بهشون نگفتم توی کلاس بمونید طرفم کلا بیخیال ما شده رفت ولی من هیچ وقت نتونستم اون کار میترا رو فراموش کنم وقتی گریه هم تموم شد و چشام رو پاک کردم از میترا پرسیدم چرا اون کارا رو کردی میترا فقط گفت ببخشید ترسیده بودم مطمئن بودم اگه بخوام قهر کنم و منتظر باشم اون بیاد از دلم در بیاره هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته و فقط خودم و گول زدم. میترا اصلا دختری نبود که بخواد بیاد و از من عذرخواهی کنه. باور کنید از من بدش اومد ولی بازم باش دوست بودم. خریت های بچگی بود دیگه. همیشه هم توی حیات وقتایی که داشت با بقیه بازی میکرد میرفتم پیشش و میگفتم که میترا میای با هم بازی کنیم. اون جوابم رو نمیداد و فقط میگفت که دارم بازی میکنم. منم مجبور بودم تا آخر زنگ تنها یه گوشه بشینم و ناراحت باشم. من خیلی احساسی بودم و سر کوچکترین مسئله ها گریه میکردم. خیلی بد بود. فکر کنید وسط یه بحث بودم که حق با منه ولی چون گریه میگرفت همه چی خراب میشد و حق به طرف مقابل میرسید. این خیلی بد بود. کلاس ششم که بودیم یه روز میترا اومد مدرسه و کاری کرد که کل زندگی من عوض بشه فقط یه سوال ساده پرسید اون پرسید دیانا میدونید تو چطور به دنیا اومدی و بقیه شو که مطمئنا خودتون میتونید بفهمید بعد از اون روز کلی زندگی من به هم ریخت و اتفاقاتی افتاد که نگو و نپرس توی مقطع راهنمایی به خاطر ضربه هایی که از میترا خورده بودم دیگه نمیتونستم به کسی اعتماد کنم و همه یه جورایی واسم میترا بودن چون اولین دوست من بود و اونطوری میکرد من فکر میکردم دیگه همه دوستی ها اون و میشه به کسی اعتماد کرد و تا کلاس نهم نه دیگه هیچ دوستی نداشتم. شاید با بعضی هم صحبت میشدم ولی اونا رو دوست خودم حساب نمیکردم با اینکه که همچنان محبت های پدر و مادر و فامیل ادامه داشت ولی خودم رو تنها حس میکردم. خیلی تنها با گوشی که بابا برام خریده بود توی گوگل دنبال فیلم های منشوری میگشتم و سعی میکردم اینطوری حال خودم رو خوب کنم. فکر میکردم یه گنج خیلی بزرگ پیدا کردم و اینطوری خیلی زندگیم بهتر میشه. ما یه همسایه داشتیم که اونا هم یه تک فرزند داشتن که چند سال از من بزرگتر بود و بعضی وقتا توی کوچه با هم بازی میکردیم. یادم یه روز که رفته بودیم کوچه دو نفری فوتبال بازی کنیم چند تا پسر دیگه اومده بودن و میخواستم منو اذیت کنن اونم هم همهشونو از اونجا فراری داد پیشش احساس امنیت میکردم و این روزا که من داشتم تحت تاثیر بلو قرار میگرفتم نسبت بهش احساساتی پیدا کرده بودم و هر روز سعی میکردم ببینمش یه عتش نوجوانی بود و ازش خوشم میومد هر شب به فکرش میخوابیدم و هر روز میرفتم در خونشون رو بهش میگفتم که بیا با هم بازی کنیم من که بزرگتر شده بودم دیگه کلاس هشتم بودم وقتایی که بابام و مامانم مغازه بودن منو تنها توی خونه میذاشتم بمونم و دیگه نمیرفتم خونه عزیز جون انتخابش به عهده خودم بود یه روز که شیطنتم گل کرده بود خونه موندم و وقتی مامان و بابا از خونه رفتن نشستم کل خونه رو مرتب کردم و لباسای خوبم رو پوشیدم و یه خورده با وسایل آرایشی مامانم آرایش کردم و بعدش رفتم در خونه شون رو سنگ زدم این سری خودش اومد و در رو باز کرد و با دیدن من متعجب شد گفت به بعد دیان خانوم خوشگل کردی جایی میخوای بری من یه لبخند شیطنت آمی سدم و گفتم من که نه ولی شما باید بیای خونه ما تعجب کرد و گفت خونه شما برای چی؟ گفتم تنهام حوصلم سر رفته و درسم دارم ولی نمیتونم بخونم تو بیا شاید حداقل به خاطر تو تونستم دو سه صفحه بخونم با یکم منمن قبول کرد و میتونستم بفهمم چقدر متعجب شده حتی تقریبا عرقم کرده بود فکر میکردم دارم کار اشتباهی میکنم ولی احساسی که اون موقع نسبت به اون داشتم قوی تر از هر چیز دیگه ای بود. هنوزم به خاطر اون موقع حسرت می خورم. بعد از چند دقیقه اونم با لباس های خوب و مرتب اومد بیرون و با هم رفتیم خونه ی ما. اولین بار بود می اومد و از دیدن خونمون حسابی تعجب کرد گفت توقع نداشتم خونتون این شکلی باشه پرسیدم چه شکلی گفت این قد بزرگ و شیک خندیدم و گفتم نکنه فکر می کردی توی انباری زندگی می کنیم اونم خندید و گفت نه دور از جون فقط هیچی اصلا بی خیالش. خب توی کدوم درست مشکل داری؟ به سمت چرخیدم و توی چشماش نگاه کردم. گفتم ریاضی بلدی؟ گفت آره یه چیزی حالیمه. من کلاس هشتم بودم و اون کلاس یازدهم هم. ریاضی بود و از عمد ریاضی رو ازش خواستم که کمک کنه. رفتم کتاب ریاضیمو آوردم و با دیدنش سر زیر خنده گفتم زهر مار بی چی میخندی لابلای خندهاش گفت که کلاس هشتمی آخی کوچولو عدش رو در و گفتم نکه نمیدونستی بعد از اینکه آقا خنداشون تموم شد کنارم نشست روی مبلو، کتاب رو باز کرد و گفت کدوم مبحث رو مشکل داری حل شدم و یه مبحثی رو نشونش دادم که اون رو کلا درس نداده بودیم با تعجب پرسید اینکه سفیده مطمئنی درسش دادین گفتم آره خب چون چیزی نفهمیدم سفید گذاشتمش دیگه یه خیلی خوبی گفت و شروع کرد به خوندن بعضی از چیزا که بتونه بهتر واسم توضیح بده. منم توی این فرصت فقط داشتم اونو نگاه می کردم. اینقدر نگاش کردم که معذب شد و به هم گفت میشه اینقدر به هم زل نزنی نمیتونم تمرکز کنم. به گفتم و رفتم توی اتاقم جلو آینه فایستادم. یه خورده سر وزم رو مرتب کردم و برگشتم پیشش و گفتم چیکار کردی تنبلخان؟ گفت اولا تنبلخان شمایی که این همه سفر رو خالی گذاشتی که در آخر من وسط توضیحشون بدم دومم بیا بشین تا وسط بگم نشستم کنارش رو اون شروع کرد به توضیح دادن تا پیش قلب گرفته بودم و صدای زربان قلبم رو میتونستم از روی سرم بشنوم رنگم تقریبا پریده بود و دستام یخ زده بودن. اون هی توضیح میداد و من هی علکی سرم و تکون میدادم. از کاری که قرار بود بکنم دو دل بودم ولی بالاخره دلم و زدم به دریا و دستمو رو گذاشتم روی شلوارش. از این حرکتم خوشگیش زد و گفت دیانا داری چیکار میکنی؟ می کنی؟ کارم ادامه دادم و به حرفاش توجهی نمیکردم ولی یهو یه منو هل داد کنار و گفت داری چی کار می کنی؟ نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم بدنم بد کرده بود و احساساتم نمیذاشن درست فکر کنم رفتم جلو به لباش بوسه زدم و اونو توی آغوشم گرفتم بالاخره اونم یخش آب شده و من خوشحال بودم که بالاخره نقشم گرفته بود بعد از اینکه شروع کرد منو از دختر تبدیل به کرد و همون لحظه بود که شدت درد و خونریزی از کاری که کرده بودم پشیمون بودم و شروع کردم به داد و بیداد و اون هم جلوی دهنم رو گرفته بود که من داد زنم. با چشام التماسش کردم که کارشو متوقف کنه ولی اون ادامه داد و من از شدت درد دوشم میمردم دیگه کارم تموم بود حتی اگه کارش رو تمومم میکرد من دیگه بکارت نداشتم و دیگه هیچی درست نمیشد اینقدر ترسیده بودم که وحشت از زده شدم و بی اختیار جیغ میزدم هرچه که صدای جیغم از پشت دستش زیاد هم مشخص نبود همینطوری که اون کارش ادامه میداد یه یکی کلید انداخته و وارد خونه شد دوتاییمون از شدت ترس دوشی میمردیم و وقتی درباز شد مامان وارد خونه شد با دیدن من و پسر همسایی در اون حالت اینقدر وحشت کرد که بی اختیار شروع کرد به جیغ زدن چی چیکار کنم اینقدر سردرگم شده بودم که توی اون لحظه به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کردم به سر همسایه خودش انداخته بود روی من و با دستاش جلوی دهنم رو گرفته بود و منم از شدت وحشت و گریه چهره خیلی داغونی داشتم در آن یه چیزی به ذهنم رسید شروع کردم به داد زدن و کمک خواستن و گریه کردن اینقدر جیغ زدم و با گریه مامان رو صدا زدم که اومد داخل و با چند تا همسایهای که از شدت جیغای مادرم اومده بودن ببینن چه خبره پسر همسایه رو از من جدا کردن و تا میخورد اونو زدن مامانم اومد بالای سر من و منو بغل کرد ازم پرسید چی شده دیانا چرا اینطوری شدی با گریه و حقیق بهش گفتم مامان من میخواستم درس بخونم که اون یهو شروع کرد به لمس کردنم و ادامش رو از شدت گریه نتونستم بگم مامانم هم با گریه منو در آغوش گرفته و من تونستم ببینم که مردای همسایه اینقدر داشتن اون پسر رو میزدن که تقریبا کل صورتش خونی شده بود دلم واسش سوخت و از خودم بدم اومد من کار خیلی بدی کرده بودم و باعث شده بودم که اون به این روز بیفته اون هیچ تقصیری نداشت و حتی اولش تلاش کرد منو از کارم منصرف کنه ولی من با خریت خودم باعث شده بودم اون همه چیز رو خراب کنه حالم اونقدر بد بود که دلم میخواست همون موقع بمیرم من دیگه دختر نبودم و اون پسر رو هم بیچاره کرده بودم از همه بدتر کل محلم خبردار کرده بودم حالا قرار بود چی بشه مطمئن بودم اون بالاخره همه چیز رو میگه که چه اتفاقی افتاده ولی خودم فکر میکردم که همه حرف منو باور میکنن اونطور که فهمیده بودم خونه اونا خالی بود و فقط خودش خونه بود و کسی نبود که بخواد در مورد رفتن به خونهشون علیهم شهادت بده اون محله هم هیچ دوربینی نداشت و فقط من و خودش از این قضیه خبر داشتیم و به نظرتون بقیه مردم حرف کی رو باور میکنن اونم با صحنه که همسایه ها و مادرم دیدن مطمئن بودم که همه حرف منو باور میکردن ولی چیزی که اذیت هم میکرد و بوجدانم و اذیت میکرد این بود که همه چیز سخصر من بود ولی اینقدر بی وجود بودم که داشتم شوخی شوخی با جون اون پسر بازی می کردم. کل فامیل بعد از فهمیدن این قضیه کفری شده بودن و دلشون می خواست یا یه بلایی سر اون بیارن یا یه بلایی سر من بیارن. داییم دیوونه شده بود و همش به این می گفت آبرون رو بردی ولی بابام پوش من در میومد و به داییم می گفت چرت پرت نگو تقصیر خودش نبوده در ضمن گور پدر حرف مردم من تا حق دخترم و ناموسم را نگیرم فعل نمیکنم توی اون وضعیت خیلی بین خانواده ها اختلاف افتاد تقریبا دوشیم از درون متلاشی می شدیم منم این وسط از عذاب وجدان و حال بد داشتم نابود می شدم خرابتر از همه مادرم بود که منو توی اون وضعیت دیده بود مامانم نزدیک به یک ماه نتونست من رو نگاه کنه هر وقت می دیدم که ازم دوری می کنه با صدای بلند گریه می کردم و می گفتم که مامان این منم من دیانام چرا منو نگاه نمی کنی؟ مامان من دختریتم ولی مامان فقط کف زمین رو نگاه می کرد و عشق می ریخت. نمی تونستم تصور کنم چه دردی رو داره تحمل می کنه. خیلی سخت دختر تو در حالی ببینی که داره بهش تجاوز میشه. خانواده ما از اون پسر شکایت کرد. و بعد از سعید صحت تجاوز توسط پزشکقانونی دادگاه به نفع ما رأی صادر کرد ولی من هیچ وقت نتونستم بفهمم سر اون پسر چه بلایی اومد ما محلمون رو عوض کردیم و هیچ وقت هیچ کس در مورد سرنوشت اون پسر که به من تجاوز کرد نگفت همش با خودم میگفتم اگه ادامش کرده باشن چی اگه زندان رفته باشه چی هر اتفاقی براش میافتاد مقصرش من بودم و هیچ عذرخواهی نمیتونست این قضیه رو حل فصل کنه این عذاب وجدان قرار بود تا آخر عمر همراه من باشه من بد کردم خیلی بد کردم بعد از اون قضیه همه چیز کلا عوض شد رفتار مامانم با من رفتار فامیل با من اون داییم که ازش واسطون گفته بودم به کل با ما قطع ارتباط کرده بود و دیگه هیچ وقت نتونستیم باهاش مثل قبل بشیم عزیز جونم از بس به قلبش فشار اومد که یه مدت بیمارستان بستری بود و دکتر میگفت که خیلی باید مراقبش باشیم و وضعیت بدنیش اصلا مناسب نیست و ممکنه خدای نکرده اتفاقی سش بیفته تنها کسی که هنوز منو قبول داشت و منو فراموش نکرده بود پدرم بود اون منو با همه سلولهای بدنش باور داشت و میگفت هیچ وقت تنهات سارم ازش میپرسیدم که بابا مامان چرا با هم حرف نمیزنه می اونم میگفت ترکش کن اون صحنه مناسبی رو ندیده و الان حالش اصلا خوب نیست مامان من یه سال تحت درمان تراپی بود و بعد از یه سال تازه حالش بهتر شد بعد از اون قضیه ما محلمون رو عوض کردیم و من کلاس هشتم رو مردود شدم و سال بعد دوباره هشتم رو خوندم اوزا خیلی به هم ریخته بود توی مدرسه یه شایعاتی علیه من پخش شده بود که حتی خجالت میکشم اونا رو به زبون بیارم راست میگن که یه کلاق چل کلاق حتی نمیدونم چطوری توی مدرسه پیچیده بود البته حقم بود هرچی سرم میومد حقم بود خودم کردم که لعنت بر خودم بود کم کم رابطم با مادرم بهبود پیدا کرد و باز داشتیم بهتر میشدیم البته اشتباه نکنید هیچ وقت قرار نبود مثل اول شیم ولی داشتیم بهتر از قبل میشدیم من همه ای تمرکزم رو گذاشته بودم روی درسم و جز درس به هیچ چیز دیگه ای مشغول نبودم و از همین جهت شاگرد اول کلاس بودم شاگرد اولی که خیلی منفور بود و همه پوشش حرف میزدند شاگرد اولی ساکتی که هرزگی کرده پدرم وقتی به گوشش خورد که همچین شایعاتی توی مدرسه پخش شده کلی اعضای مدیریت رو به فوش کشید و به گفت که چطور اجازه میدید توی مدرسه شما در مورد دختر من همچین صحبتهایی بشه اولش میخواست من از اونجا هم بیاره بیرون و کلا بریم یه شهر دیگه ولی با اصرارهای مادرم و مدیریت مدرسه دیگه کسی حداقل آشکار در مورد اون شایعات پوش من حرف نمیزد کلاس هشتم رو با معدل نوزده و صدم قبول شدم و به کلاس نهم نه رفتم تا به سون خیلی واسم حوصله سربر بود چون دیگه زیاد با فامیل رفت و آمد نداشتیم و از وقتی دایی با همون قطع ارتباط کرده بود دیگه خیلی هم دیگه نبودیم و مرگی سرش به زندگی خودش بود فقط گهگاهی پسرخالم و پسر اون یکی داییم به هم سر می سدن و حالم رو می و می, و می اگه کم و کسری هست بهشون بگم که واسه فراهم کنن توی تابستون که درسی واسه خوندن نداشتم و همیشه ذهنم واسه فکر کردم باز بود خیلی اذیت می شدم و مدام به اون قضیه فکر می کردم و حتی بیشتر شبا کابوسش رو می دیدم ولی کابوس تجاوز نه کابوس می دیدم که روح اون پسره داره دنبال من میاد و همش به هم میگه تقصیر تو بود تقصیر تو بود آره دیانا تقصیر خودت بود دیگه نمیتونستم این وضع رو تحمل کنم پس از همون آخره تی رفتم و از بقیه کسایی که بابا میشناخت کتاب درسی های نهم را آوردم و شروع کردم به خوندن فقط با وجود درس خوندن بود که باعث میشد شد حالم بهتر بشه درس ذهنمو منحرف میکرد که دیگه به اون قضیه فکر نکنم شاید تنها انسانی روی کره زمین باشم که توی تابسون دادا میکردم زودتر مدارس باز بشن چون از قبل بیشتر درس ها رو خونده بودم وقتی مدرسه ها باز شدن توی درسام اصلا مشکلی نداشتم و مثل سال قبل همیشه نمره هم بالا بود شاید اگه بهتون بگم شبانه روزی درس میخوندم دروغ نباشه توی کلاس نهم بالاخره تونسته هم یه دوست پیدا کنم اونم دختری بود که تازه به اون مدرسه اومده بود و بغل دست من نشسته بود کسی حاضر نبود کنار من و اون بشینه و از غذا افتادیم با هم اسمش نرگز بود و دختر خوش بود دو سال از من کوچکتر بود من یه سال جا مونده بودم و اون یه سال جهشی خونده بود که بیاد نهم جفت شاگرد اولای کلاس بودیم و بیرون از کلاس درس رفیق صمیمی و سر کلاس درس بزرگترین رقیب های هم بودیم من به خاطر میترا کلا تصور بدی از دوستی پیدا کرده بودم ولی با وجود نرگز خیلی حالم بهتر بود یه روز وسط های دی بود که بابام گفت با سوز کردن آب و هوا بیا چند روزی بریم سفر مامانم موافقت کرده بود ولی نگران مدرسه من بود و منم بین لذت مسافرت و موندن پیش نرگز دو دل بودم و نمیدونستم کدومه انتخاب کنم ولی در نهایت مسافرت رو انتخاب کردم و بابام تاریخ 23 رو انتخاب کرد چون سه شنبه بود و تعطیل بود روز روز بعدش هم که چهارشنبه بود و میشد به این تعطیلی که اون هم زیاد مهم نبود میرفتم مدرسه یا نه و پنجشنبه و جمعه هم که کلا تعطیل بودن من دوشنبه توی مدرسه از نرگز خدافزی کردم و بهش گفتم تا شنبه هفته ی بعد بر کردم مدرسه و سهشنبه صبح حرکت کردیم به مقصد شیراز قرار بود بریم اونجا و جاهای دیدنی مختلف دیدن کنیم سه شنبه شب رسیدیم به شیراز و یه سوئیت کرایه کردیم با شبی 700 تومن و تا عصر پنجشنبه اونجا بودیم رفتیم مقبره حافظ و سعدی رو دیدیم و کلی فالید بسنی خوردیم قرار بود جمعه صبح حرکت کنیم و شبش برگردیم خونه اون رو جمعه ساعت تقریبا هفت بود که داشتیم برمیگشتیم پلکای من سنگین شدن و هر چقدر تلاش کردم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خوابم نبره نمیدونم چقدر از خوابم گذشته بود که با صدای مادرم از خواب پریدم و ها جواج و رو نگاه می کردم. مامانم مدام جیغ می زد و به بابا می گفت که خسرو ماشین خسرو ماشین بعدش صدای برخورد به گوشم رسید و دیگه هیچی نفهمیدم همه جو تاریک شد وقتی چشم رو باز کردم توی بیمارستان بودم و خاله و دایی کوچیکم با پسر داییم رو دیدم که دورم نشستم و دارن گریه میکنن همشون داشتن گریه میکردن خواستم چیزی بگم که سرم تیر کشید و ناخداغا گفتم آخ با شنیدن صدای آخم همشون به سمتم اومدن و پسر رفت دکتر رو صدا بزنه همه قربون می میرفتن و میگفتن خوبی دیانا کجا درد میکنه و وقتی دکتر رسید همه رو از اونجا بیرون کرد دکتر شروع کرد به معاینم و من گیج بودم که چرا بیمارستانم یا آن یادم افتاد که با صدای چیغ مامانم از خواب بیدار شدم و بعد انگار تصادف کردیم و بیهوش شدم سری با نگرانی از آقای دکتر پرسیدم که چرا من اینجام مامان و بابام کجان دکتر گفت دخترم آروم باش شما توی جاده نزدیک شهر بودید که تصادف کردین و ماشینتون با یه نیسان آبی شاخ به شاخ شده وضع پدرتون خیلی بده و مادرتون داخل کماست اینو که شنیدم که هیچ هیچی متوجه نشدم بعدش بعد از اون جمله دیگه هر چی شنیدم رو به کل نفهمیدم انگار توی هوا بودم نمیدونستم چمه انگار هیچی از اینا واقعی نبودن بعد از اینکه دکتر رفت به خودم گفتم که همه اینا خوابه و اگه بخوابم شاید توی ماشین بیدار بشم و باز مامانم رو ببینم وقتی خوابیدم و بیدار شدم و باز خودم رو توی بیمارستان دیدم درجا زدم زیر گریه و هی گریه میکردم پرستارا اومدن و یه مقدار مورفین بهم هم تزریق کردن و باعث شد یکم بیحال بشم ولی توی خواب و بیداری به مادرم فکر می کردم. اسمش رو زمزمه و زیر لبام تکرار می کردم و گریه می کردم. از اون داستان چند ماهی گذشت. توی اون تصادف رانندگی مامان من فوت شد و پدرم چون کمربند ایمینی مینی بسته بود فقط دست های شکستن. از جون هم اینقدر از این اتفاق به شک و فشار وارد شد که اونم فوت شد. و از روحی هیچ کدومه خوب نبود. نه من نه بابا نه خانواده. باورم نمی شد مامان رفته. هر شب توی خواب میزدم و میگفتم مامان مامان ولی جوابی نمیومد به بابا میگفتم بابا چرا هرچی مامان رو صدا میزنم جواب نمیده نکنه بازم با هم قهر کرده بابام فقط منو در آغوش میکشید و گریه میکرد وضع بابام اصلا خوب نبود چند ماه دستاش توی گچ بودن و نمیتونست کاری کنه هر روز از صبح تا شب یه گوشه می نشست و گریه میکرد عکس مامان رو جلوی خودش گذاشته بود و هر ثانیه بهش نگاه میکرد من جرأت نداشتم اون عکس رو نگاه کنم چون میترسیدم میترسیدم دوباره نبوده مامان رو حس کنم داییام و خالم بابام رو مسئول این اتفاق ناگوار میدونستن اولش نمیدونستم چرا ولی بعدم بین صحبتشون متوجه شدم که میگفتن بابا خوابش برده بوده و وسط جاده یهو ماشین میگیره رومون سعی کردم اون شب رو به خاطر بیارم بابام ساکت بود ولی مامانم اسمش رو فریاد میزد و میگفت که ماشین ماشین حالا میفهمیدم دلیل اون فریادا چی بودن مادرم داشت بابا را از خواب بیدار میکرد حالا مامان رفته بود و بابام داشت توی عذاب میسوخت و از بین میرفت میتونستم حس کنم که اگه به خاطر وجود من نبود تا الان همه رو باخته بود و رفته بود پیش مامان ولی به خاطر من هم که شده مونده دلم از این میسوخت که قبل از رفتن عزیز جون نتونسته بودم ازش عذرخواهی کنم نمیتونستم واسه کدومشون عزاداری کنم مامان یا عزیز جون چند ماهی از خاک سپاری و مراسم عزیز جون و مامان میگذشت که کم کم دست پدرم بهتر شد و تونست بالاخره خودش رو جمع کنه تا زمانی که کامل دست پدرم خوب میشد دایی کوچکم و خالم به همون کمک میکردن ولی به پدرم میگفتن اگه به خاطر دیانا نبود توف هم توی صورتت نمیداختیم من از اینکه این, این رفتارا رو علی بابا میدیدم حسابی ناراحت میشدم ولی نمیتونستم کاری کنم انگار یه بخشی از وجود من هم بابا رو مقصر میدونست نمیدونم به خاطر کمکی که بهمون میکردن تونستیم خودمون رو جمع و جور کنیم و بالاخره بعد از بهتر شدن بابا تونستیم زندگی خودمون رو بهتر کنیم من هرگز نتونستم با اون اتفاق کنار بیام و خیلی اذیت شدم بابام بعد از چند ماه سوپرمارکت رو فروخت و با ماشینش به مسافرکشی مشغول شد پولش برای دو نفرمون کافی بود و من از سمت دایی خالم هم حمایت می شدم. اونا فقط من رو مد نظر داشتن و بعد از اون اتفاقی که برای مامان و عزیز جون افتاد دیگه هرگز به بابا روی خوش نشون ندادن. من هم دلم می سخت هم یه جای اعماق قلبم فکر می کردم که حقشه به نظرتون اگه اون شب بابام خوابش نمی برد یا اصلا ایده سفر رفتن رو مطرح نمی کرد اون اتفاقا می نه. من اولش سال هم از کلاس نهم جا موندم و یه سال دیگه هم برای نهم کنار گذاشتم دیگه حالم داشت از این وجه به هم میخورد یه سال برای هشتم تلف کردم و الان هم یه سال برای نهم اگه اینطوری نبود من الان یازدهم بودم و کلا یه سال تا پایان مدرسه داشتم دیگه نرگس رو هم هیچ وقت ندیدم و به طور کامل از هم جدا شده بودیم. آخرین گفتگومون همون روزی بود که بهش گفته بودم زود برمیگردم. بعد از اون دیگه هرگز ندیدمش. نرگس انگار مرده بود. توی اون مدت خالم همش اصرار داشت و به پدرم شکایت میکرد که اجازه بده دیانا در هفته بیاد و چند روزش رو خونه ما زندگی کنه چون من خونه تنها بودم و بابام هر روز میرفت مسافر کشی و خالم میگفت خوبیت نداره یه دختر هر روز خونه تنها بمونه البته من که میدونستم همه یه فکر و ذکرش پیش اون قضی تجاوزه ولی چی میشد کرد؟ نمیشد چیزی بهش گفت بابا از سر ناچاری و به خاطر من هم که شده قبول کرد که من در هفته چند روزش رو خونه خالی بمونم که احساس تنهایی نکنم. خونه خاله من بودیم و پسر خالم و خاله مریم و شوهرش. شوهر خالم خیلی آدم گوشه گیری بود و بیشتر روز رو هم سر کار بود. واسه همین یا اصلا نمی دیدمش یا وقتی هم می دیدمش خیلی رفتارمون با هم سرد بود با خود خالم که خیلی صحبت می کردم و هر موقع می رفتم اونجا به گرمی ازم استقبال می کرد و پسر خالم هم که مثل همیشه هوامو داشت اسمش جواد بود و توی فامیل با اون از بقیه سمیمی تر بودم اونا خونهشون یه پلی استیشن داشتن که همیشه با پسر خالم فوتبال بازی می کردم و کلی به هم خوش می گذشت. مدت طولانی بود که دیگه به هم خوش نمی گذشت و ذهنم درگیر چیزهای مسخره بود حداقل خونه خاله چند ساعتی از فکر کردن می شدم و با وجود جواد خاله مریم سرگرم می شدم. یه شب خاله مریم داییم رو دعوت کرد که برن اونجا و شام بخورن و دور هم باشیم. مثل قدیما دایی بزرگم که مثل همیشه قهر بود و از ما به دل گرفته بود نیومد و حتی جواب خاله مریم رو هم نداد. ولی دایی کوچیکم بزنده و پسر دایی اومدن و شام رو اونجا بودن. سر شام به خالم گفتم چرا بابا رو دعوت نمی کنید؟ گفت که ببخشید خاله جون ولی ما اصلا نمی با بابات کنار بیایم. دایی اینو تایید کرد اینو که شنیدم به هم برخورد و سر سفره بلند شدم و با صدای بلند گفتم اون مرد هر چقدر که منفور باشه بازم بابای منه چرا دارید اینطوری باش رفتار میکنید؟ اون خودش به اندازه کافی داغون هست و شما هم که دارید اینطوری اون رو از خودتون میرونید. ادامه دادم. خیلی رفتارتون زشته. به خاطر من هم که شده باید به پدرم احترام بذارید. بعدش بدون توجه به اصرارهای اونا از خونه سدم بیرون. پسر دایی و جواد خیلی سعی کردن جلوم رو بگیرن و جواد حتی مجبور شد منو توی آغوشش بگیره که نذاره برم ولی من اینقدر داد زدم که بالاخره ولم کرد و من رفتم خونه وقتی رسیدم خونه بابا رو دیدم که نشسته روی زمین و سرش رو پایین انداخته متوجه شدم داره گریه میکنه تا منو دید شکه شد و خودش رو جمع و جور کرد اشکاشو پاک کرد و با صدای صاف شده بلند گفت چرا این سود اومدی بابا؟ چیزی شده؟ با بغز رفتم و بغلش کردم. اینقدر محکم بغلش کردم که آخش در اومد. گفتم الهی من قربونت برم بابا یه قشنگم. ببخشید اگه توی این مدت کمتر پیشت بودم. من خیلی دوستت دارم بابا. نمیخوام تو رو هم از دست بدم. دیگه هیچ وقت از پیشت نمیرم. قول. ب... با این حرفا متوجه شدم بدن بابام داره میلرزه دقت که کردم دیدم داره گریه میکنه اشکاشو با دستان پاک کردم و گفتم گریه نکن الهی دیانا فدات بشه گریه کنی دنیا واسم تاریک میشه بابام من متقابل منو بغل کرد و گفت ببخشید دیانا من واقعا متاسفم اون شب کلی بابا با بابام خاطرات رو مرور کردیم و هم خندیدیم و هم اشک ریختیم به یاد مامان به یاد عزیز و به یاد گذشته همون شب تصمیم گرفتیم وقت گذشتنه و باید گذشته رو فراموش کرد هر چقدر تلق باشه بالاخره وقتش بود که به زندگی برگردیم داشتیم خودمون رو نابود می کردیم بابا هفته بعد ماشین رو فروخت و با پولش یه مغازه رو کرایه کرد به هم می گفت دیگه لازم نیست موقعی کار کردنم خونه بمونی میتونی با هم بیای مغازه و اونجا با هم کار کنیم بابا دقیقا همون کاری رو ازم میخواست که انجام بدم که دقیقا مثل کار مادرم بود. مادرم هم توی سوپرمارکت به بابام کمک میکرد و دوتایی با عشق اونجا کار میکردن. پس از اون به بعد کارم شده بود کار کردن پیش بابا. حقوق ماهانه هم داشتم بابا بهم گفته بود با پولش کلاس ثبت نام کن و یه هنر یاد بگیر تا توی آینده بهت کمک کنه چند ماهی که پولم جمع کردم توی آمادگی موسیقی ثبت نام کردم واسه یادگیری گیتار پدرم هم یه گیتار نسبتا خوب و هم گرفت و کلی هم اوزخایی کرد که به بخشید پولم کمه و نمیتونم بهترش رو بگیرم. ولی من به همینم هم راضی بودم. دیگه خبری از و خاله نبود. دیگه پیداشون نمیشد. فکر کنم از همون شب از هم به دل گرفته بودن و دیگه نمیخواستم منو ببینن. البته همینطوری بهتر بود. کسایی که به اسم خیرخواهی پدرم رو پیشم خراب کنن همون بهتر که دیگه باشون ارتباطی نداشته باشم روزا عادی میگذرشن و من و بابام توی مغازه کار میکردیم و منم در هفته دو روزشو میرفتم کلاس گیتار و شبا هم توی خونه تمرین میکردم حسال قدیم کم کم داشت و هم زنده میشد توی مغازه بابام یه پسر بود که هر روز سر یه ساعت خاص میومد مغازه و هر بارم یه چیز میخرید یه خمیر دندون و یه نارگیل. همیشه کارش همین بود تقریبا دو هفته هم بهش بود و هر روز بدون استثنا ساعت یه شش عصر می اومد مغازه و یه خمیر دندون با خودش می برد و یه شیر نارگیل همیشه هم یه برند خاص اینقدر این کارش رو ادامه میداد که بابای من مجبور بود هر هفته بار خمیر دندون و شیرنارگی رو جدا بیاره خیلی واسم مرموز بود هر بارم موقع حساب کردن پای صندوق به من زول میزد و بعد میرفت واقعا واسم عجیب بود هم عجیب و هم مسخره یه روز که داشتم به کلاس گیتار میرفتم توی راه روی آموزشگاه از پشت یه پسره رو دیدم که خیلی واسم آشنا بود هرچقدر فکر میکردم نمیدونستم کجا دیدمش ولی مطمئن بودم خیلی واسم میشناسم آشناست وارد کلاس خودم میشدم که یهو به سره روش رو برگردوند و به در خروجی زل زد حالا شناختمش همون پسری بود که توی مغازه بابام خمیر دندون و شیرنارگیل خرید اینجا چی کار می کرد؟ دلم می خواد برم یقش رو چسبم و ازش بپرسم تو کی مردک چرا هر جا میرم میبینمت ولی از اونجایی که کار درستی نبود بیخیال شدم اون پسر به نظرم منو میشناخت و گرنه اون نگاهی توی مغازه به من عادی نبودن. اون روز بعد از تمام شدن کلاسم وقتی داشتم برمیگشتم خونه توی کوچه که بودم یه صدایی منو متوقف کرد. به سمت صدا برگشتم و دیدم که خودشه اسمم و صدا زد ولی از کجا اسمم و میدونست توی چشماش زل زدم و گفتم شما شما اسم من از کجا میدونید گفت توی مغازهای که کار میکنید چند باری ساب مغازه به اسم دیانا صداتون زده ابروهامو کچ کردم و گفتم یعنی یه ماه به صورت مداوم رس ساعت شش می اومدیم مغازه شیرنارگیل و خمیر دندون می خردی که اسم منو بفهمی چه استراتژی قوی خندید و گفت نه قسمی نبود ولی بالاخره گوشه آدم می دیگه بهش گفتم خب حالا بفرمایید کارتون بهم گفت من یه مدتی میام محل کارتون و شما رو نگاه میکنم ازتون خوشم اومده و اون خمیر و شیرنارگیلا هم فقط به خاطر این میخرم که ذهن شما رو تحریک کنم و توجهتون رو به سمت خودم جلب کنم من از همین آکادمی موسیقی شما رو میشناسم و خوشم اومده از حرفایی که شنیدم حسابی متعجب شدم منظور این پسر چی بود؟ بهش گفتم خب حالا که چی؟ گفت اگر امکانش هست میخواستم شمارتون رو داشته باشم که حرفشو رو قطع کردم و گفتم فکر نکن با خریدن اون چیزا میتونی شماره منو داشته باشی و رو ما برگردوندم و سری از اونجا دور شدم با اینکه ازش بعدم اومد ولی تقریبا کارش رو خوب انجام داده بود اون با این کاراش دقیقا منو جذب خودش کرده بود و کاری کرده بود در موردش کنجکاوی کنم نه اینکه ازش خوشم بیاد فقط دلم میخواست در موردش بدونم به عبارتی بهتر بگم قافل گیر کننده ترین روز توی عمر من بود این از این پسره ای عجیب و اینم از این وقتی از گلس به خونه برگشتم در کمال تعجب دیدم که به سرخالی جواد و بابام داخل خونه نشستن و انگار منتظر من بودن چون تا که اومدم لبخند روی لبشون رو نشست و ازم استقبال کردن بعد از سلام و احوال پرسی با جواد به بابا گفتم امروز زودتر مغازه رو تعطیل کردی بابا گفت آره چون مهمون ویژه داشتیم و به جواد اشاره کرد خندیدم و گفتم بله دارم میبینم و رو به جواد گفتم چه خبر آقا جواد بابام گفت راستش دیانا باید در مورد مسئله ای با هم صحبت کنیم بهش گفتم چه مسئله ای یه سکوت به وجود اومد که اصلا ازش خوشم نمی اومد با چهره نگران به بابا خیره شدم و گفتم چیزی شده بگو بابا بابا گفت نه نه نگران نباش دیانا چیزی نشده فقط پرسیدم فقط چی؟ خب حرف بزن دیگه بابا. بابا گفت جواد امروز اومد پیشم و تو رو رسما ازم خواستگاری کرد. با شنیدن این حرف حتی بیشتر از قبل شکه شدم و با چشمای باز فقط بابا رو نگاه می کردم. ادامه داد جواد گفت که نظر خانوادهش رو هم پرسیده و اونا هم نظرشون مثبته و به نظرشون با این وصلت دوباره میتونیم همه چی رو مثل قبل کنیم جواد خیلی وقت بهش علاقه داره ولی هیچ وقت فرصت مناسبش پیش نیومده که بهت بگه سالها علاقهش رو مخفی کرده و حالا مثل یه شیرمرد اومده جلو و میخواد که باهات ازدواج کنه سرم و پایین انداختم و گفتم چی بگم والا من من باید فکر کنم الان نمیتونم جواب بدم بابام یه خورده با جواد صحبت کرد و جواد هم یه سری چیزا به من گفت که هیچی ازشون متوجه نشدم ولی وقتی جواد رفت بابا اومد پیشم نشست و گفت چیزی شده دیانه یا بابا از جواد خوشت نمیاد اگه خوشت نمیاد بگو میرم خودم بهشون میگم گفتم نه بابا اتفاقا از جواد خوشم میاد کی از اون بهتر فقط الان توقعی این رو نداشتم و یکم شوکه شدم فقط دروغ نمیگفتم واقعا یه جورایی از جواد خوشم می اومد اون همیشه هوا مو داشته و پسر خوش قیافه و خوش مرامی بود مطمئن بودم اگه با اون باشم خوشبخت میشم ولی الان از چیزی مطمئن نبودم نمی دونستم باید چیکار کنم چند روزی گذشت و من همچنان تصمیمی نگرفته بودم دلم نمیخواست به این زودی شوهر کنم و نتونم جوونی کنم دیگه 18 سالم شده بود ولی اگه تابستون تموم میشد باید دهم ده میخوندم رشته تجربی رو انتخاب کرده بودم و باید به درسم میرسیدم ولی با وجود شوهر ممکن بود همه چی خراب بشه یه روز که از کلاس گیتار داشتم برمیگشتم متوجه شدم کسی داره کنارم حرکت میکنه سرمو و بالا وردم و همون پسره رو کنار خودم دیدم از وقتی که اون روز با هم صحبت کرده بود دیگه مغازه نیومد و چیزی نمیخرید چیزی بهش نگفتم و راهمو ادامه دادم این قدری ذهنم درگیر بود که باش دهن به دهن نشم خودش سکوت رو شکست و گفت اسمم اشکانه با که گفتم ولی من که اسمتو نپرسیدم گفت خودم خواستم بدونی گفتم خوب حالا همینطوری که داشتیم راه میرفتیم گفتم میشه دیگه همراه من نیای الان کسی ببینه فکر بد میکنه من بوسم خواستگار اومده ممکنه با این کارت همه چی رو خراب کنی اصلا کارت خوب نیست یه خورده جوا خورد و گفت خواستگار داری با قاطعیت گفتم آره دارم با یه صدا که انگار ناراحت باشه گفت فکر میکردم شانسی واسه به دست آوردنی دارم به هر حال اگه این خواستگار رو رد کردی بعدی خودمم بعدش از پیشم رفت تا خونه به حرفاش فکر می کردم. یعنی چی اگه این رو رد کردی بعدی خودمم یه جوری تهدیدآمیز گفت به نظرم باید از این پسر می ترسیدم. اون شب توی خونه کلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم من نمیتونم هم توی مغازه بابام کار کنم هم واسه گیتار و هنرم وقت بذارم و هم درس بخونم حداقل اگه سایه یکی بالا سرم باشه میتونم زندگیم رو بهبود ببخشم مطمئنم اگه مامانم بود میگفت که جواد بهترین گزینه است واقعا پسر خوبیه پس تصمیم رو گرفتم و از اتاق خارج شدم و توی چارچوب در وایستادم به بابام گفتم بابا من فکرامو کردم بابا مشتاقانه بهم خیره شد و گفت به به بعد از سالها پرنسس تصمیم خودش رو گرفته خیلی خوب صحبت کن ببینم با لبخند گفتم بهشون بگو بیان خواستگاری و اینطوری شد که من و جواد با هم ازدواج کردیم توی اون مدت اتفاق خاص دیگه ای نیفتاد و همه چیز فقط من و جواد بودیم واسه زندگی کردن تا بتونیم یه خونه جدا بگیریم بابا گفت که میتونیم خونه خود هم زندگی کنید و جواد هم مشکلی نداشت واسه جهیزی هم دایی بزرگم و دایی کوچیکم هم همراه خود خاله به بهمون کمک کردن که بتونیم وسایل مورد نیازمون رو تهیه کنیم خاله درست گفته بود این ازدواج با شده بود دوباره هممون دور هم جمع بشیم دوباره یه خانواده باشیم و با همدیگه بگیم و بخندیم واقعا خوشحال بودم که باعث همچین چیزی شده بودم به روزای تاریک فکر می کردم و یادم می افتاد که چقدر زجر کشیدیم و ما واقعا لایق این وضعیت بودیم. ما لایق خندیدن بودیم و خدا به همون خنده رو هدیه داد. چند ماهی از ازدواجمون میگذشت که من دوباره شروع کردم کلاس گیتار رفتن چون قبل از اون حسابی سرم شلوغ بود و نمی شد. دیگه مدرسه هم نمی رفتم و تصمیم گرفتم به هنر بپردازم. ساز و نقاشی و اینجور کارها که سر نره. از وقتی برگشته بودم به آکاد آکادمی موسیقی اشکان منو بیخیال نمیشد هر موقع میرفتم به یه بهونه به این نزدیک میشد و کاری میکرد حسابی کفری بشم تو خیابون دنبالم میومد و هرچی بهش بهش میگفتم که برو الان یکی ما رو میبینه فکر بد میکنه اصلا حالیش نبود یه روز یادم زودتر از حالت عادی رفته بودم و توی راه رو داشتم به عکسای روی دیوار نگاه میکردم که اومد و کنارم وایساد شروع کرد با هم حرف زدن راجع به اینکه من میتونم با اون خوشبخت بشم و اینکه اون اصلا اهمیتی به اینکه شوهر دارم و متعهلم نمیده و فقط خودم رو میخواد میگفت بهش یه فرصت بدم تا خودش رو ثابت کنه هر چقدر بیشتر صحبت می کرد نفرت منم ازش بیشتر می شد تو جایی که بهش گفتم بره گورش گم کنه و با کیف زدم توی سرش و از اونجا خارج شدم نتیجه شد اینکه اون روز کلاس نرفتم نمیدونستم باید به جواد بگم یا نه میترسیدم بگم و شری به پا بشه واسه همین تا جای ممکن مخفیش می کردم. چرا باید همچین میکرد کرد اون که اون روز قبل از ازدواج منو جواد اومده بود جلو و اظهار ناامیدی کرده بود بهم گفت که فکر میکردم واسه به دست آوردنت شانسی دارم ولی ندارم این یعنی چی یعنی دیگه میخوام بیخیال بشم دیگه پس چرا این هنوز منو ول نکرده بود میترسیدم بالاخره یه روز یکی این رفتارش رو ببینه و فکر بد کنه اصلا نمیخواستم اینطوری بشه یه روز وقتی داشتم از کلاس برمیگشتم خونه باز اومد و موی دماغ من شد به هم چسبید و گیر داده بود که لطفا خودمو خودم رو به ثابت کنم حلش دادم و بهش گفتم برو گمشو شو مگه خودت ناموس نداری یه زن شوهردار رو گیر آوردی اینطوری باش صحبت میکنی واقعا دیگه حالم داشت ازش به هم میخورد اومد جلو با دستاش منو به دیوار تکیه داد و لباشو آورده بود جلو و منو کامل قفل کرده بود راه هیچ کاری رو نداشتم اینقدر شوکه شده بودم که حتی نمیتونستم فریاد بزنم یهو دیدم اشکان از پشت کشیده شد و افتاد روی زمین سرم و بالا و دیدم که جواد با چشمای سرخ شده از عصبانیت بایستاده و به من زل زده اینقدر ترسیده بودم که توانایی انجام هیچ کاری رو نداشتم نمیدونستم بگم تقصیر اون بوده ای نمیدونستم عذرخواهی کنم فقط توی چشماش نگاه کردم و داشتم آب می یهو اشکان از روی زمین بلند شد و گفت هوی داری چی کار می جواد باش دست به یقه شد و داد میزد تو چی کاری این زنی بیناموز اشکان گفت تو خودی چی کارشی؟ جواد داد شوهرشم با زدن این حرف اشکان ساکت شد و نگاهش رو به من دوخت متوجه نشدم داره چیکار میکنه با چهره شبیه علامه سال بهش نگاه میکردم که یهو یه گفت دیانا تو شوهر داشتی به من نگفتی این قدر شنیدن این حرف عصبانی شدم که به سمتش رفتم و با گریه و بغز شروع کردم به زدنش و گفتم چی از جون من میخوای میخوای زندگی منو خراب کنی چقدر بهت بگم مزاحم من نشو با پلیس صحبت کنم ولی کار خودتو کرد. کردی اشکان همه سرشو تکون میداد و نقش بازی میکرد انگار که مثلا ما با هم توی رابطه ایم جواد هم که خر بود و شکاک حرفای اشکان رو باور کرد و به من گفت که بشینم توی ماشین که بریم خونه و وقتی رسیدیم خونه با کمربند به جونم افتاد و کل بدنم رو سیاه و کبود کرد از شدت درد حتی نمیتونستم گریه کنم جواد بعد از اینکه منو زد به این گفت کارت اشتباه بوده هرزه خیلی اشتباه و از اونجا رفت دلم به حال خودم میسوخت آشینه خورده بودم و دهنم سوخته بود چقدر تو وقتی بابام اومد و قضیه رو وزش تعریف کردم اینقدر عصبانی شد که میخواست بره خونه خال مریم و جواد رو به قول خودش یه گوشمالی حسابی بده ولی من مانی شدم و گفتم که بابا لطفا اگه من وزد مهمم این کارو نکن عوضش یه چیز دیگه ازش خواستم من میدونستم که عمران دیگه جواد به من اعتماد کنه اون به چیزی که دیده بود باور داشت نه به چیزی که از زنش بهش میگفت از بابام خواستم کارای طلاقم رو انجام بده و بعد مغازه و خونه رو ول کنه و بیاد با هم بریم یه شهر دیگه و اونجا از نو شروع کنیم بابام وقتی وضع منو دید بعد یه خورده ممه کردن قبول کرد واقعا حالم خوب نبود و شاید یه شروع دوباره میتونست حال منو بهتر کنه بعد از درخواست طلاقم کلی خاله مریم و دایام اومدن خونمون که پدر میونی کنن که رابطه منو جواد رو بهتر کنن و دوباره مثل قبل

به همشون گفتم که دایی های عزیز و خاله های عزیزم من به جواد همه چیزو گفتم ولی اون منو باور نکرد توی خیابون جلوی چشم همه حرف اون بی وجود رو باور کرد و وقتی من آورد خونه با کمربند چنان به افتاد که هنوزم که هنوزه جای کبودیش درد میکنه ای بزرگم پرید وسط حرفم و گفت خودم قلم دستشو میشکنم که دیگه همچین غلطی نکنه دایی شما کوتا به خاطر وضعیت خانواده خندیدم و گفتم من خیلی وقت به خاطر وضعیت خانواده از زندگیم گذاشتم. دیگه نمیتونم همچین کاری رو بکنم. دیگه نه. وقتی همه دیدن کاری از دستشون بر نمیاد دیگه تلاشی نکردن و دیگه خونه ما نیومدن. بعد از اینکه طلاقم رو از جواد گرفتم با بابا آماده شده بودیم که برای همیشه از اونجا بریم مهریه من بی که بود که به خاطر نگه داشتن حرمت فامیلی حتی اونم از جواد نگرفتم و با فروش خونه و جنسامون به صورت عمده یه پولی به جیب زدیم و از اون شهر رفتیم بابا میخواست شیراز رو انتخاب کنه ولی من چون خاطره بعدی از شیراز داشتم اصلا دلم نمیخواست اونجا برم عوضش میخواستم یه جای دور و با رو انتخاب کنم مازندران رو خیلی دوست داشتم پس بابا با بابا رفتیم مازندران و اونجا توی ساری یه خونه نقلی خریدیم و اونجا ساکن شدیم توی زندگیم خیلی اتفاقای بد و خوب افتاده و همشون روی زندگیم تأثیر گذاشتن من دختر کوچولو و دردونه خانواده بودم و حالا وقتی به خودم نگاه میکردم، خودم رو توی شهر قریب همراه یه پدر پیر می که دیگه توانه کار کردن نداره هیچ پشتبانه ای نداشتیم و انگار نمیتونستیم از پس خودمون بر بیایم. زندگی من رو به جایی رسونده بود که با خودم میگفتم جریان زندگی خیلی عجیبه الان توی مازندرانم و با یک گروه موسیقی کنار خیابون ساز میزنم فکر کنم واسه شروع خوب باشه یه پسر توی گروه هست که ازش خوشم میاد پسر خیلی آقا و معدبیه و اونم چندباری غیر موسیقی به من ابراز علاقه کرده کلا پن نفری توی گروهیم که از را کنار خیابون ساز میزنیم و کلی به همون خوش میگذره حقوقش برامون کافیه ولی بیشتر از اینکه به پولش فکر کنیم به هیجانی که برامون میاره فکر میکنیم وقتی که با بچه های ساز میزنم واقعا سختی های زندگیم رو فراموش میکنم یه حسی شبیه مسی داره و برام خوشاینده این پسره که در مورد صحبت میکنم اسمش امیر رزاست و اونم گیتار میزنه خیلی وقت با همدیگه تمرین میکنیم و من پیشش واقعا احساس خوبی دارم. فکر کنم باید ادامه زندگیم رو با شریک بشم و خودم رو به دست تقدیر بسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.